به نظر شما بهترین راه برای محرومیت زدایی از مناطق مستضعف کشور کدام است؟ گزینه 1، ایجاد زیرساخت‌های مسکونی و تجاری در این مناطق. گزینه 2، افزایش کمک هزینه زندگی این افراد تحت عنوان یارانه. گزینه 3، تغییر در بافت فرهنگی این مناطق و انتقال ساکنین به شهرها. لطفاً عدد گزینه مورد نظر را به شماره 30855 پیامک کنید. خب، مستند پیشنهادنامه ها رو با هم دیدیم. ممنونیم از شما که همچنان همراه ما هستید در به اضافه مستند. در این قسمت از برنامه در خدمت کارگردان این اثر ارزشمند هستیم، جناب آقای فرهاد ورهرام عزیز. خیلی خوش اومدید آقای ورهرام به اضافه مستند. آقای ورهرام، چرا بیشتر آثار شما رو طبیعت و مناطق روستایی و این جنس کارها تشکیل داده؟ خب بخشش برمیگرده مقدار به خاطر تنوعی که وجود داره در ایران، حتی همش این نیست، علاقمندی هم هست، چون ما به هر حال موضوعات شهری، موضوعات به هر حال چیز دیگه زیاد هست دیگه که میشه کار کرد، ولی خب رو علاقه شخصیه یه مقدار و به خاطر اینکه تجرباتی که من تو دانشکده علوم اجتماعی داشتم، بخش مردم شناسی، بیشتر مقدار رابطه انسان طبیعت به طور عام و با رگه های مردم نگاری یا مردم شناسی بیشتر مورد علاقه من هستش. درسته. سوژه مستند بیشناسنامه ها از خودتون بود یا نه؟ چجوری اصلا این مستند شکل گرفت؟ من تو بلوچستان 7-8 فیلم ساختم و اون منطقه را به هر حال خیلی علاقه مند اون منطقه هستم. قبل از این من یه فیلم مثل سیاهان جنوب ایران ساختم که بخش اعظم فیلم توی بلوچستان بود. این فیلم فیلمی راجع به اینکه سیاهان جنوب تو کرمان، بندرعباس، بوشهر، خوزستان و سیستان بلوچستان. بلوچستان سیستان نه. بعد تو این تحقیقات و دور فیلم برداری به سری موضوعات برخوردم که هیچ نوع شناسنامه ندارن. بعد این فیلم که تموم شد تحویل دادم واسه مرکز گسترش بود، طرح بعدی که ارائه کردم راجع به بیشناسنامه بود که یه دوره تحقیق گذاشتم اونجا و این مقدار برال اسناد و مدارک که طرحش رو نوشتم، مرکز تصویب کرد که این کار رو شروع کردیم. برمیگرده به اون مشاهداتی که در دوره فیلم سیاهان داشتم من. درسته. بعد خود این پژوهش این کار چجوری انجام شد؟ چقدر طول کشید؟ ولی پژوهش من فیلم خودم کار میکنم، یعنی برال طبق تجربه که از گذشته بوده و اون عادتی که اون دوره که دانشکده علوم اجتماعی و مؤسسه پژوهش‌های دهقانی بودیم، چون همه دوره بر اون محققا بودن، یه مقدار از اون یاد گرفتیم. من رشته تحقیق یا به اصطلاح رشته مردم شناسی یا علوم اجتماعی نخوندم، ولی در عمل چیزا یاد گرفتم و این کار تحقیق رو خودم انجام دادم. خب مناطق میدونستم چی از قبل، مقاد مشخص بود، ارتباط آدم ها مشخص بود و یک سری مصاحبه، معمولا من زیاد مصاحبه میکنم، تو مصاحبه ها که پیاده شد و این کلن کلیات فیلمو برای شکل داد. درسته. خود ساخت این مستند چقدر طول کشید؟ ساخت مستند تقریبا ما بجز دور تحقیقش تو یک سفر حدودا 10 روزه بود و یک سفر فکر کنم 2 هفته کلن طول کشید. البته خب بود مسافت که این بلوچستان از یک نقطه به نقطه رفتن خوش سفر 2 تا سفر تهران شماله، این بود که برای بود سفر چند روزش به خاطر بود سفر و این میگذره و اون بقیهش هم با تولید فیلم میشه. و احتمالا سوژه های مستندتون رو دیگه از قبل شناسایی کرده بود؟ از قبل شناسایی بود، یعنی تمام نقاطی که باید برم مشخص بود، به جز یه نقطه رو که من ندیده بودم، مثلا تو بلوچستان که ادعا داشتم من بلوچستان رو خوب میشناسم، یه منطقه رو اصلا ندیده بودم که توی منطقه با راهنمایی که از محلی ها که راننده بود ما رو به اون منطقه هدایت کرد و اون منطقه رو هم دیدیم و دور تحقیق ندیده بودیم، در طور فیلم برداری کار شده اینا. درسته. توی سالهای اخیر و حالا باز هر چقدر یعنی از گذشته میایم به جلوتر، مستندهای زیادی میبینیم توی حوزه سیستان و بلوچستان با موضوعات مختلف. چرا این همه سوژه توی منطقه سیستان و بلوچستان وجود داره و این همه علاقه مندی از طرف مستندسازها برای رفتن به سمت این سوژه ها؟
من فکر کنم از نظر من هیچ استانی از نظر ویژگی ها و تنوع با استان سیستان بلوچستان قابل رقابت نیست. حتی کرمان هم همین ویژگی رو داره، ولی این همه تنوع از اقوام گرفته، طبیعت گرفته، اصلا اونجا وقتی وارد بشیم معمولا کسی که اولین بار میگه فکر اصلا این سرزمین دیگه. این تو بلوچستان اصلا ویژگی های طبیعیش با خیلی جا فرق میکنه. یعنی شما از ارتفاعاتی که برف هستش که اصلا فکر بلوچستان گرمه، ولی بلوچستان منطقه سردسیر هم داره، منطقه کویری داره، منطقه جنگلی داره، رودخانه‌ای داره، آبگیر آب آببند داره. به اضافه این تنوعی که تو آدم ها هست و ویژگی های معماریش اینا و لباس، زبان، موسیقی، بعد تنوع به هر حال اعتقادات اون هستش که خب معمولا مستندسازا وقت بنای تاریخی کهن بودن بنای تاریخی شما از تمدنی که در به هر حال حوزه بلوچستان هست و تمدنی که حوزه سیستان هست، خب خود اینا مجموعا دست به دست هم میده واسه مستندساز جذابیت. به اضافه اینکه برعکس اون چیزی که فکر میکنن خیلی دوست میشن و خیلی کمک میکنن. بعضی میگن نمیشه اونجا کار کرد، واقعا میشه کار کرد، چون عکاس میره، فیلمساز میره، بلافاظه دوربینش رو در میاره و میخواد عکس یا فیلم بگیره. خب این طبیعه، هیچ جا نمیذارن. ولی وقتی ارتباط برقرار شد، به قول معروف نون و نمک این وسط اومد، حتی یه چای وسط اومد، بسیار انسانای با محبتی هستن. من حداقل از سال 50 که دانشجو بودم اولین سفرم رفتم تا حالا هیچ مشکلی در این منطقه، برعکس اون چیزی که همچین مطرحه، این منطقه خطرناکه، منطقه همه مناطق ایران، تهران هم خطرناکه، ممکن تو پیاده رو موتور بزن آدمو نابود کنه، اصلا اینجوری نیست. و میشه و این زمین ها باعث میشه که مستندسازا، حتی نویسنده ها و خیلی هنر اونجا به هر حال جای خوبی واسه شون باشه. آقای بهرام، میخوام من از تجربه شما کمک بگیرم. با این همه حالا هم قدمت و تنوعی که برای این استان شما هم فرمودید قائل هستیم، چرا این استان این همه محرومیت داره، این همه اتفاقات و این همه محرومیت‌های این چنینی رو تجربه میکنه این استان؟ محرومیت سیستان بلوچستان یه مقدار تاریخیه، چون که ما از دوره خیلی گذشته، شما حالا حداقل نزدیکترین دوره، دوره قاجاریه که حساب کنیم، به این سرزمین خیلی بد کردن. این سرزمین رو چند بار تیک پاره کردن، تقسیم کردن. بعد وقتی که سیاست بین المللی میگه میخواد مرز رو تغییر بده، پاره از تن سیستان و بلوچستان داده میشه به افغانستان و داده میشه به پاکستان، و دولت‌های قبلی آنچنان توجه زیادی نداشتن، داشتن کارهایی تو بلوچستان میکردن. بعد انقلاب شد، این تفاوت فرهنگ، متاسفانه دولت‌ها جدی نگرفتن بلوچستان و سعی کردن مثلا واقعیت قضیه بگیم اونجا بخش زیادی از جامعه اهل تسننن، بخشی اهل تشیعن. حتی قبل از انقلاب من یادمه تقریبا به هیچ بلوچی پست دولتی در معلمم به زور میدادن، ولی الانم یک مقدار، یه دوره الان بهتر شده، یه دوره هم همینطور بود، یعنی پیشون اهمیت نمیدن. خود بلوچ هم به خاطر اون ویژگی های قومیشون، حوصله این که بیان تو ساختار بروکراتیک و تکنوکراتیک کار کنن آنچنان نداشتن. ولی از وقتی برای دانشگاهی که اونجا زده شد و اینا یه ذره الان بهتره، ولی هنوز این داستان تفاوت ها برای تو بلوچستان وجود داره که امیدوارم به هر حال این تفاوت ها روزی کلن از بین بره. درسته. تلاش کردید که این مستندتون رو برای مسئولان پخش بکنید تا اینکه حالا خود این مثمر ثمر بشه و کمکی بکنه برای مردم این منطقه؟ واقعیت قضیه این فیلم اصلا به این منظور ساختم که شاید، حتی ببینیم، وظیفه من نبوده، یعنی من فیلمساز هستم، فیلم میسازم، اون کسایی که سرمایه گذاری میکنن رو فیلم باید این توجه داشته باشن. ولی واقعا قضیه این فیلمی که ساختم خیلی علاقمند بودم پای این فیلم به یک سری نهادهای تصمیم گیری برسه، پاش به مجلس باز بشه، مثلا به
بخش سازمان بیمه‌های اجتماعی خدمات اینا بره، ولی متاسفانه این فیلم در حد اینکه یک بار توی جشنواره حقیقت نمایش داده شد و دوباره رفت توی قوطی. مثلا اینه که مدیرای ما که به هر حال تود فیلم میکنن، بخشی از فیلم واقعا میتونه یک مشکل حل کنه. بعضی وقتا مسئولین متوجه نیستن، نمیدونن. من میدونم دو سه تا فیلم در گذشته در مجلس نمایش داده شد که اون مسئله رو مقدار زیادی حل کرد. خب طبیعیه دیگه، دیدن فیلم تا اینکه یک گزارش بیاد زمین تا آسمون فرق میکنه. این وظیفه برای سرمایه گذاره، ولی من با این نیت این فیلم رو ساختم و چون دستم به هیچ جا من نبود، اینا هیچ جا نتونستم برسونم که به هر حال حالا موقعیتش شبکه مستند به هر حال در سطح وسیع تری اینو به نمایش بذاره و ممکنه بعد حداقل یه تلنگری باشه به یک سری مسئولین که بعضی وقتا این قضیه بیشناسنامه رو جدی نگرفتن. انشالله همین جوری باشه و پخش این مستند از شبکه مستند منجر به این اتفاقات خوب بشه. حالا من میخوام یه زاویه دیگه به مسئله نگاه بکنم، یه ذره شاید بیارم خودم رو جای دولت و از زاویه دولت نگاه بکنیم که چرا توی این منطقه پدیده‌ای به نام بیشناسنامه‌ها وجود داره. من نمیدونم، ولی شاید مثلا یک ذره نگاه امنیتی به منطقه برای تأمین امنیت باشه و نگاه‌های این چنینی که توی این منطقه هست شاید منجر شده به این قضیه. سوالم مشخصا این هستش که چی کار باید کرد به نظر خود شما که این تجربه رو دارید و این سابقه برخورد و مواجهه مستقیم رو دارید، مسئله رو دیگه از نزدیک شما شناختید، چی کار میشه کرد، چه پیشنهادی میشود داد که هم این مسئله امنیتیه رو بشه ملاحظاتش رو در نظر گرفت و هم این خدمت رسانی درست و صحیح رو به مردم این منطقه ارائه داد؟ نکن در همه جای دنیا، جای برای کشورهایی که با برنامه ریزی جلو میرن، حتی شما در یک محله میخوان یک برج بسازن یک ساختمون، یک گروهی به اسم مطالعات تحقیقات اجتماعی به طور کلی شهر تحقیقات شهری میان تحقیق میکنن که اگر این برج رو ما اینجا بسازیم این چه بلایی سر دوروری میاد یا نمیاد. نکن مسئله به این مهمی که به هر حال مسئله حفاظت از مرز هاست، من فکر کنم مثلا هیچ گونه تحقیقی انجام نشده. اگر قبل از اینکه مسئله امنیتی مطرح شه یک گروه تحقیقاتی در منطقه کار میکرد، مثلا بفهم این آدم ها کیا هستن، چی هستن، از چه طایفه این، از چه تیره هستن. ولی مستقیم ما خواستیم اول با نگاه امنیتی برخورد چیز کنیم، چون که در فیلم هم میبینین که خود بلوچ ها رو میگیرن به عنوان افغانی میفرستن اونور. و این نگاه امنیتی، نگاه کن کسایی که مسئول امنیتی هستن خب طبیعتا نگاهشون خیلی چارچوب و مشخصه، ولی اگر اون تحقیق انجام میگرفت، اگر اون این کل این جامعه از نظر تحقیق باز شناخته میشد، من فکر میکنم اون نگاه امنیتی هم حتما نرمتر بود. یعنی اونجا اگر تو شناسنامه نداشته باشی افغانی هستی، یعنی به این راحتی. در صورتی که توی من اینجا توی تحقیقم دارم توی قانون مدنی که از ماده قانون مدنی میگه آقا من همه ایرانی هستن، هر کی در ایران زندگی میکنه ایرانیه، مگر اینکه سندی بیاد که عکس اینو ثابت کنه. چون میگم بلوچ‌ها اتفاقا برعکس نمیگم اقوام دیگه، ولی بلوچ‌ها خیلی ایران دوستن، چون حتی اینا حاضر نشدن شناسنامه پاکستانی و افغانی بگیرن، یعنی شناسنامه نگرفتن، چون میدونی این مرز اومد یک سرزمین رو از هم جدا کرد. اونور ایران بود، الان زمین مشترک دارن، کشاورزی مشترک دارن، بعد فامیل دارن. خب این یکو اومدن در سیستان بلوچستان به خاطر مسئله یک امنیتی و بعد قاچاق سوخت اومدن یک دیوار کشتن، دیوار بتونی، بعد بقیه شد دیوار سیمخارداری، در هامون هم شد دیوار خاکریز. یعنی به طوری کنی ارتباط فرهنگی تاریخی قطع شد. خب الان هر کی این ورشناسنامه نداشته باشه میگن پس شما از اون ور اومدین این ور. و واقعیت قضیه حتی اگر من اعتقاد دارم اگر
تو این وسط 100 تا افغانی هم شناسنامه بدن که آقا شما ایرانی هستین. اینا ایرانی قدیم ایرانی بودن، بلوچ‌ها یکی از قدیمی ترین اقوام واقعی ایران هستن، از جایی به اون شکل مهاجرت نکردن. 100 تا این وسط شناسنامه چه اشکال داره؟ ولی اون شما تو فیلم نشون میده میگه قبرستون مال اجداد منه، چطور ممکنه من چیز باشم؟ حالا به هر دلیلی خودشون مدتی شناسنامه نگرفتن، یه مدتی به خاطر اینکه سربازی نمیخواستن برن، یه ذره مخال چون همیشه با تا به هر حال قبل از انقلاب با دولت مرکزی به خاطر اون آزار و اذیتی که میشدن، حتی به ما میگفتن دور قجر، یعنی یا بلوچ یا قجری، به دلیل اینکه اون فشاری که دور قاجاری آورد به اینا هنوز این لفظ قجر در اونجا استفاده میشه. و اینه که اینا واقعا ایرانی هستن و قبرستون اجدادشون اونجاست. اصلا شما نگاه کنین، من میگم اگر تحقیق بکنه، این خیلی ساده، لهجه و زبان بلوچی با افغانی فرق میکنه، حتی زبان سیستانی با افغانی فرق میکنه. چطور ممکنه یارو سیستانی صحبت میکنه و میتونه افغانی باشه؟ حتی به این کوچیک، حتی از نظر آناتومی صورت، حتی از نظر لباس، آداب و مراسم، حتی اعتقادات مسئله متفاوتن، ولی بدونی که فقط یارو رو که فیزیکی میگیرن، شناسنامه نداره، میبرن اون بره مرز، طرف یه اردوگاه هست به اسم افغانی. و جالبه افغانی ها به اینا میگن مهاجر، این همین چیزی که ما با افغانی ها میگیم. و بعد اونم یه پولی مولی جور میکنه، خانوادهش هم مرز ردش میکنن، دوباره بعد مدتی گیر بیفته باز بره. به همین خاطر الان بلوچ ها بیکاری در اونجا زیاده، دلیلش اینه که بلوچ ها نمیتونن مثل بقیه اقوام دیگه، مثل کرد ها، لورا که جای دیگه میرن کار میکنن، برن کار کنن. سر هر پاسگاه بین جاده اینا دستگیر میشن. اینه که رو آوردن به قاچاق سوخت، رو آوردن به قاچاق. و میدونی وقتی اینجوری بشه یه زمینه مساعدی واسه اون جریان های پلیدی که اونور مرز به هر حال شکل گرفته. و ما کمتر هم خسارت شدیم، هم چند وقت پیش هم دوتا خسارت شما به هر حال دیدیم که ادهی از به هر حال بچه های نیروی انتظامی شهید شدن. درسته. من میخوام یه پلی بزنم به حالا مهمان بعدی که توی بخش بعدی میخوایم سراغش بریم. ما میخوایم بریم سراغ بعضی از این گروه های دانشجویی که خودشون خودجوش رفتن و سعی کردن کمک بکنن توی حوزه های مختلف برای محرومیت زدایی از منطقه سیستان و بلوچستان. شما تو ایامی که مستند رو تهیه میکردید یا حالا این مستند های مختلفی که تهیه میکردید با این گروه های دانشجویی که حالا به صورت جهادی میان برای کمک، مواجهه ای داشتید شما تو این سال ها یا نه؟ نه، ولی من به یه انجیوهای زیادی برخوردم که به خوزر من در محله شیرآباد زاهدان، که واقعا این محله به نظر من یه دومله چرکیه توی اصلا کل ایران، واقعا دومله چرکیه که باید اصلا اینو سزیر سوزوندش. و اینا انجیوهای هستن در جای دیگه چیز در اصلا در قسمت چابهار و جنوب و اینا، ولی من به اینجور گروه هایی بر نخوردم که به هر حال به شکل جهادی کار کنن. درسته. اثر بعدی شما دوست دارم بدونم که توی چه حوزه ای؟ آیا باز هم توی حوزه سیستان و بلوچستان یا نه؟ بعد از بیشناسنامه دریاچه هامون تا 10-15 ساله به مشکل عظیمی برخورده. درسته. و این خشکی دریاچه باعث شده که البته این خشکی از دهه اواخر دهه 30 اوایل دهه 40 مال الان نیست، ولی یه دوره باز خوب شد که بعد دوباره خوشسالی شد، باز یه ذره خوب شد، ولی از حدود الان 15 سال مداوم این دریاچه با مشکل، یعنی الان تقریبا که من کار میکردم کاملا خوش شده بود. حالا بعض وقتا یک سیلابایی هم سرریز میشه که افغانستان نمیتونه جلوش بگیره و این سیل وارد بخشی از دوروبر اون کوه خواجه میشه، یه بعدم بلا فاصله یه سبزه میزنه بیرون و جز. این باعث شده که تقریبا میشه که بسیاری از روستاهای مرزی تخلیه بشن و از قدیم اینا به منطقه گرگان و شرق مازندران میرفتن، ولی دیگه اونجا اشباه شده، بیشتر به میرن واسه پسته چینی، دامغان، یزد یا بعض وقت طرف های چابهار واسه کار کارگری میرن که الان دارن روم کار میکنم که فیلم تموم شده، در دست مونتاژ و سفارش مرکز گسترش هم هستش.
ممنونم از شما، ممنونم از همه بینندگان عزیز. با آقای بهرام عزیز خداحافظی میکنیم. در بخش بعدی با یک مهمان دیگه در خدمت شما خواهیم بود. نمایش لزوم رسیدگی به محرومان و مستضعفان در مناطق مختلف کشور یکی از دغدغه‌های همیشگی مستندسازان در سال‌های اخیر بوده است و همین مسئله باعث شده تا آثار زیادی برای تلنگر به مسئولان در این حوزه تولید شود. مستند فراموش شدگان روایت روزهای پایانی سال و تعطیلات نوروزی است که فصل جدید اردوهای جهادی به حساب می‌آید. زمانی که دانشجویان دانشگاه‌های کشور با حضور در مناطق جنگی و مناطق محروم اوقات فراغت خود را در راه خدمت به مردم می‌گذرانند. دلبندان نام مستندی موزیکال به کارگردانی حسین حق پناه است. فیلم سعی دارد تا در 14 اپیزود 3 دقیقه‌ای دریچه دیگر از اردوهای جهادی را به تصویر بکشد. حق پناه این مستند را در جریان اردوی مؤسسه جهادی رضوان در نوروز سال 91 در منطقه نهبندان از توابع استان خراسان جنوبی ساخته است. اینجا چراغی روشن است هم مستندی به کارگردانی تورج کلانتری و کاری از مؤسسه نجوای زلال هنر است. فیلم برداشتی متفاوت از اردوی جهادی محبین الائمه در کهنوج کرمان در نوروز 92 و حال و هوای خاص دانشجویان است. مشکلات فراوان برخی از مردم در نقاط محروم کشور نیاز به هشدار و نمایش برای مسئولان دارد و مستندسازی یکی از بهترین راه‌ها برای اطلاع رسانی در این حوزه است. حوزه‌ای که تولید اثر درباره آن علاوه بر دستاوردهای فنی، اجر معنوی نیز دارد. به نظر شما بهترین راه برای محرومیت زدایی از مناطق مستضعف کشور کدام است؟ گزینه 1، ایجاد زیرساخت‌های مسکونی و تجاری در این مناطق. گزینه 2، افزایش کمک هزینه زندگی این افراد تحت عنوان یارانه. گزینه 3، تغییر در بافت فرهنگی این مناطق و انتقال ساکنین به شهرها. لطفاً عدد گزینه مورد نظر را به شماره 30855 پیامک کنید. ممنون از همه شما بینندگان به اضافه مستند که همچنان همراه ما هستید. در این قسمت از برنامه در خدمت یک مهمان عزیز دیگر هستیم، جناب آقای فرشاد عالی از فعالین اردوهای جهادی که واسطه بحث و مستندی که دیدیم قراره یه ذره ورود کنیم توی یه سری از حوزه‌هایی که شاید کمتر تا الان در موردش بحث شده. آقای عالی خیلی خوش اومدید به اضافه مستند، خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. شما مستند رو دیدید، نظرتون در مورد مستند چی هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اولا سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان محترم برنامه. امیدوارم که بعد از دیدن این مستند و بحثایی که میشه انشالله بتونیم یک جمع‌بندی در حوزه محرومیت زدایی و این در واقع آسیب اجتماعی موجود در این نقطه از کشور یک جمع‌بندی خوبی رو داشته باشیم. خب خدمتتون عرض کنم مستند اشارهش به یک موضوعی است که یکی از نقاط آسیب پذیر حتی در حوزه یک جمعیت شاید محدود در استان سیستان و بلوچستان هست. احساس من و یه مقدار این تجربیات چند سال حضورم در این مناطق مخصوصا استان سیستان و بلوچستان، حالا هم شمال استان هم جنوب استان، شهرهای مختلف، این هست که مسئله بیشناسنامه ها به دو موضوع برمیگرد. یک طبیعتاً مسائلی است که مراجع زیر ابطه قانون باید طی بشه برای این اتفاق، یعنی یه شخصی که مشکل شناسنامه داره طبیعتاً باید حضور پیدا کنه و اون موانعی که مراجع میخوان، مراجع مثل مثلا نیروی انتظامی
و دستگاه‌های مختلفی که از استانداری و اینها در واقع اون باید رفع بشه. شاید اون ضعف در نوع ارتباط گیری اون اشخاص است. من خیلی از این عزیزان رو دیدم که میگفتن ما شناسنامه نداریم، گم شده دیگه هم نرفتیم دنبالش، حالا بی شناسنامه ایم. خب طبیعتاً اگر در تهران هم این اتفاق بیفته، شاید اون شخص تا آخر عمرش بی شناسنامه بمونه اگر دنبال کارش نباشه. پس یک موضوع این هست که یک ضعف در واقع پیگیری از سمت شاید برخی از احادیث، یک ضعف هم نه، خب طبیعتاً یه جاهایی هم دیدیم ضعف شخصی هست، یعنی اون یه شخصی مسئولی اتفاقی بوده، شاید تو پیگیریش به عنوان یک مسئول ضعف داشته و اون عزیزانمون هموطنانمون این شناسنامه رو نداشتن و این مشکلات بهشون مترتب شده. حالا بذارید که من نپذیرم از شما، به خاطر اینکه وقتی حالا به قول شما مثلا توی تهران اگر باشه و منحصر باشه به مثلا چند نفر در تهران، میشه حالا این رو اینجوری عنوان کرد، ولی وقتی تعدادش بیشتر میشه و یه منطقه‌ای رو در بر میگیره، یه ذره احساس میشه که شاید کمکاری مسئولین هم دخیل بوده دیگه توی این ماجرا. مثلا نکته دوم عرض کردم، دو خطا وجود داره، خطای شخصی از سمت اون شخصی که شناسنامه نداره، خطای سیستمی یا مدیریتی که اون مدیری مسئول شاید میتونست مثل این که بگیم طرف میخواد رأی بده یا باید بره پای صندوق رأی یا صندوق رأی بره سمت اون رأی دهنده. طبیعتاً هر دو الان مشکل هر دو اتفاق هست گاهن. البته برخی از مشکلات و موانع هم هستش که مسئولین استدلال خاص خودشون رو دارن که برای طبق قانون پذیرفته است، اما خیلی جا هم نه، طبق قانون، طبق همون قانونی که اون استدلال‌های مثلا خیلی از اون همین افرادی که شناسنامه ندارن پذیرفته نیست، طبق همون قانون بند و تبصره داره که مثلا برای یه جمعیت دیگه از این عزیزان نمیشه واقعا خیلی سریع و آنی شناسنامه صادر بشه. البته یه نکته دیگه من عرض کنم پیرامون این اتفاق، ببینید توی برخی از این مناطق، ببینید این که من دارم این موضوع رو عرض میکنم در قالب من شخص بودم که تو مناطق در قالب اردوهای جهادی حضور داشتم، یعنی اصلا اردوهای جهادی خدمت به ماه و خدمت هستش، هیچ نگاهی به جز خدمت نیست، مدافع حقوق این محرومین هست، یعنی در اردوهای جهادی فقط جهادی ها مدافع حقوق محرومین هستن. پس من میخوام بگم که من الان سعی میکنم مدافع حقوق محرومین باشم، اما گاهن من دیدم که همین عزیزان ما توی منطقه خیلی خاص و با یه نگاه خیلی خاص خودشون تمایل به حضور تو شهر ندارن برای پیگیری این موضوع. مثلا یه تعداد شناسنامه ندارن، این که خب بالاخره یک نفر پیدا بشه پیشرو باشه بره پیگیری کنه و این اتفاقات خوب رو رقم بزنه تا مشکلات این، میگن نه آقا ما نرفتیم، سوال میکنیم یا من نرفتم چند ساله، خب میرفتید، یه بار رفتم یکی یه چیزی گفت نشد، این اون ضعف است که عرض میکنم. درست به این خاطر بود گفتم اگه تو تهران هم باشه خب من پیگیری نکنم، کما اینکه اون مسئول هم اگر خوب برخورد نکنه این دو اتفاق با هم رقم میخوره. یعنی بعدم یه نکته عرض کنم، فاصله مکانی اونجا خیلی دخیله. ببینید شما توی روستایی میرید که اهالی مثلا بخوام بیان شهر حداقل باید 5 مسیر حفظ کنن و ماشینی هم نیست، ماشین نیست اینها رو ببره به اون منطقه برسونه، چون اهالی توی کوه زندگی میکنن. این سختیه باعث میشه که اهالی مقدار نسبت به این اتفاق با یه نگاه شاید بیخیالی کنن. این جغرافیای منطقه هم یه مقدار دخیله. درسته. اما عرض کردم، بازم عرض میکنم، گاهن نباید نگاه، یعنی اون ضعف‌های سیستمی و مدیریتی هم کم درصد دخیل بدونیم، اونم درصدش طبیعتاً بالاست. من فکر کنم یکی از حالا نکاتی که کمک کرده به ذریع پیدا کردن این ماجرای محرومیتیه که توی این منطقه وجود داره. یعنی شاید اگر مثلا توی یکی از شهرهای ما، توی تهران، توی یکی از شهرهای بزرگ ما این اتفاق بود، شاید هم یه ذریب رسانه‌ای عجیب و غریبی پیدا می‌کرد و مسئله بزرگتری میشد. اما خب این منطقه یه ذره به خاطر این نوع محرومیتش اینجوری هست که شاید بعد شاید چندین سال حالا مثلا یک مستندسازی رفته سراغ طرح این مسئله و طرحش کرده. از همین محرومیت این منطقه بگید، چرا کلن منطقه سیستان و بلوچستان این همه با محرومیت مواجه هست؟ اسفند ماه سال 1389 بود، بهمن ماه خواهی میکنم که اولین بار من سفر کردم به سیستان و بلوچستان.
به همراه تعدادی از رفقای جهادی خودم که سبب خیر هم اونها بودن، یعنی اونها پایه‌گذار این سفر بودن، که جا داره تشکر هم کنم از دوستانی که این سفر رو برای ما هماهنگ کردن و ما رو نمکگیر اون منطقه. درست. از اون موقع تقریبا میتونم بگم میانگین من سالانه چند نوبت اونجا میرم و میام، اینقدر علاقه پیدا کردم به منطقه. تو این حوزه که شما میفرمایید ببینید چند حوزه دخیله، یعنی سوال همیشه برای خودم هم بود قبل از اینکه برم تو منطقه، خب چرا محرومن؟ یعنی واقعا نمیشه کاری کرد؟ ببینید یه نکته، پراکندگی مردم در جغرافیای گسترده هست. اولا اینکه از یه شهر بخواید برید شهر دیگه شاید 400 کیلومتر 500 کیلومتر باید طی کنید، یعنی فقط شما مثلا از نیکشهر بخواید برید خاش ایران شهر، الان خیلی وضع اوضاع خوبه. اون زمان یادمه که مثلا جاده قدیم نیکشهر بود، اون جاده قدیم نیکشهر خیلی سخت بود، الان خیلی خوب شده، بزرگراه داره، به نوعی بزرگراه خوب داره، یعنی از ذریب امنیت، از ذریب در واقع آسایش و آرامش در رانندگی حتی برای رسیدن اون. خب طبیعتاً این پراکندگی خدمات رسانی رو سخت کرده، اما این طرف هم طبیعتاً اگر مشکلات زیاد هست مسئولین هم توجه بیشتری باید انجام بدن، یعنی نباید بگیم که منطقه گستردگی زیاده، مشکلات زیاده، موانع زیادی داره، پس طبق یک ضریب مشخص خدمت رسانی باید کار انجام بشه، کما اینکه این ضریب هم افزایش پیدا کرده، اما عمق محرومیت خیلی بالاست. شما ببینید برخی از شهرستان‌های اونجا تازه بیمارستان دارن. خب چرا؟ الان اونجا شما اگه مثلا نیاز به یک آزمایش سنگین داشته باشید، این آزمایش هم که ارزمونم یه چکاب کامل باشه، شخص باید حداقل اندازه اون هزینه‌ای که برای اون آزمایش انجام میده هزینه سفر هم بدهد. کما اینکه الان خیلی از اهالی رو بچه‌ها ارتباط دارن، اون فعالان اردوی جهادی از اینجا باید حرکت کنن برن یزد درمان بشن. مگر چقدر مردم میتونن و تمکن مالی دارن برای این سفر؟ درست. خب اینا همه داره دردهایی است که روی هم داره انباشته میشه برای بیشتر شدن اون محرومیته. اما اون طرف حالا من عرض خواهم کرد نقاط قوتی داریم که چرا نقاط قوت دیده نمیشه که بتونیم محرومیت رو از بین ببریم. قرار است که ورود کنیم به این بحث، من این سوال هم خواهم اینجوری تکمیل هم بکنم که توی سالهای گذشته ما هی مستندهای مختلفی دیدیم از زوایای مختلف به مسئله سیستان و بلوچستان و مشکلات مختلفی که این منطقه باش دست به گریبان بوده. شما هم کسی هستید که چند سال هست که دارید از نزدیک این دردها و این محرومیت‌ها رو مشاهده می‌کنید. اولا چند درصد مردم منطقه سیستان و بلوچستان درگیر این محرومیت‌ها هستند؟ می‌تونیم بگیم مثلا حدودی چه درصدی از مردم درگیر این ماجرا هستند؟ اولا یه نکته در مورد مردم سیستان و بلوچستان عرض کنم. این رو یقیناً عرض می‌کنم. یکی از بهترین، خونگرم‌ترین، من میتونم بگم هرچی ترین هست که شما میخواید بنویسید به عنوان اولین ها، بهترین ها در حوزه اخلاق، معرفت، محبت و در واقع دوستداری انقلاب، چون اینها رو من به عینه خیلی دیدم. تو حوزه سیستان و بلوچستان میتونید ببینید که یکی از ضعف‌های بگم همه ماها، همه جمع میخوام ببندم، این بوده که شاید نتونستیم این رو خوب منعکس کنیم. یکی از نقل‌ها اینه که یه جایی گفتن اون محرومیت خوبه، اما عرض کردم اون نقطه قوتر هم اگه بگیم باعث میشه که اون محرومیت از بین بره. من اینجا میتونم عرض کنم که شاید به نسبه برخی از نقاط کشور ما ضریب خدمت خیلی خوبه اونجا به نسبه، عرض کردم، اما ضریب محرومیت هم خیلی بالاست. شاید بخوام درصد بگیم، چون الان من جامعه آماری دقیق بخوام به شما عرض کنم، یه سری حدود بالای 60-70 درصد مردم اونجا نیاز به خدمات ویژه دارن، یعنی خدماتی که خدمات اولیه هست خیلی بیشتر، خیلی بیشتر تا به حد نصاب اولیه. البته عرض کنم سبک زندگی منطقه هم خیلی دخیله برای اینکه این خدمت رسانی با سرعت کندی پیش میره، چون الان یه تعداد میبینید 200 نفر 100 خانوار یا 150 خانوار، یه عددی از خانوار یا جمعیت منطقه توی یه فاصله مثلا 60 کیلومتری توی کوه از جاده اصلی دارن زندگی میکنن،
هر چقدر مذاکره میشه که آقا شما تشریف بیارید مثلا یه جایی که ما بتونیم برق رو راحت‌تر به شما برسونیم، یه مقدار مثلا مردم چون اونجا دوست دارن، منطقه رو دوست داشتن، با اون منطقه اخت پیدا کردن به هر علتی، پذیرفتنش از سمت اهالی کم هست. خب این هم باعث میشه سرعت خدمت کم بشه. اما از اون طرف عرض کنم زبان مطالبه، حالا یه مقدار گروه‌های جهادی، یه مقدار برخی از خود الان خیلی خوب شده اوضاع که در حوزه خود استان سیستان و بلوچستان تعداد زیادی گروه‌های جهادی فعال دارن، این خیلی کمک کرده، چون گروه‌های جهادی یک زبان مطالبه گری دارن. هم در همین حوزه هم که شما می‌فرمایید در حوزه نداشتن شناسنامه‌ها خیلی از این مشکلات حل شده خدا رو شکر با پیگیری که بچه‌ها دارن انجام میدن، گمنام بدون سر و صدا، بدون اینکه بیان و هیاهوی آنچنانی به وجود بیارن. اما خب این زنجیره کم کم داره کامل میشه. شما ببینید مثلا در استانهای شرقی، جنوبی یا شمالی ما گاهن فاصله دوتا روستا به چند متر میرسه، 200 متر، 500 متر، 1 کیلومتر با هم فاصله دارن، گاهن خیلی چسبیده به همه. اما در سیستان و بلوچستان گاهن 200 کیلومتر فاصله هست، یعنی دوتا شهرستانه با هم، یعنی دوتا استان. شما از جنوب استان تا شمال استان 800 کیلومتر رو باید طی کنید. من یه بار یه خاطره هم عرض کنم اینجا با برخی از فعالان حوزه رسانه، سال 90 بود اگه اشتباه نکنم، رفتیم به سمت استان سیستان بلوچستان برای انعکاس همین موارد با نگاه محرومیت که ببین آقا چرا این محرومیت، همین سوالی که شما فرمودید. رفتیم تو منطقه، خیلی برام جالب بود، ما ساعت 6 صبح از تهران حرکت کردیم، حالا یه مقدار هماهنگی ها انجام شده بود و اینها، پروازم بود یعنی سفر زمینی نبود، چون 36 ساعت زمینی تا خود ایران شهر از اینجا بخواید حرکت کنید گاهن راه هست، بسته به اون که تو جاده چقدر اذیت بشید، یعنی باد باشه نباشه. خب این اتفاق رقم خورد، ما 9 صبح رسیدیم کنارک، شهرستان کنارک، از 9 و نیم که دیگه سوار ماشینای سواری شدیم، 1:30 شب رسیدیم روستایی که می‌خواستیم در بخش چانف، اون موقع بخش بود الان شده شهرستان، دهستان بود الان شده شهر بخش. ببینید یعنی از یک فاصله، از یک شهرستان، یه روز فکر کنم اگه من عدد رو اشتباه نکنم 600 کیلومتر بود، یعنی این 600 کیلومتر 500 خورده 570 80 کیلومتر، این فاصله رو ما با تقریبا بیش از 10 ساعت طی کردیم. چرا؟ چون به چند رودخونه برخورد می‌کنی اونجا، یعنی فاصله ها خیلی زیاده، گستردگی، شاید جمعیت مردم کمه به نسبه جغرافیا، اما پراکندگی فوق‌العاده نسبت به خدمت رسانی یه مقدار ضریبش خیلی متفاوت. حالا با این شرایطی که می‌فرمایید، اگه واقعا بخوایم بریم به سمت محرومیت زدایی، واقعا چقدر زمان و سرمایه لازمه که کمک بشه به لحاظ اقتصادی به مردم این منطقه؟ اصلا راهکاری وجود داره برای اینکه یه ذره شرایط این منطقه تغییر بکنه؟ یه تحقیق 2 ساله انجام شده و یک برنامه پیشبینی شده، داره تکمیل هم میشه. با این برنامه میشه تا یه برنامه 3 ساله است، 3 تا 5 ساله، حتی 30-40% مشکلات منطقه رو میشه حل کرد. تکیه بر توانمندی منطقه. ببینید دختران بلوچ سوزندوزیشون معروفه، اما چرا کارگاه کارخانه نخرسی ایران شهر تعطیله؟ چرا اونجا سوزندوزی تعطیل شده؟ این سرمایه که میتونه یه لباس 2 میلیون تومانی رو تولید کنه که کشورهای همسایه حاضرن خرید آنچنانی داشته باشن از اونجا. خب یه نکته است، الان فصل برداشت ترش انبه هست در ایران، در نیکشهر، قسمتای از ایران شهر و سرباز و قصر قند. خب ترشی انبه رو ما داریم از یه کشور همسایه واردات میکنه. خب میتونه این اصلا سرمایه ارزش افزوده برای ما باشه. ببینید نقاط قوت هر منطقه، تا عید امسال من دلگان بودم سیستان بلوچستان، اونجا اصلا معروفه به چند محصول کشاورزی که قطب تولیدی است در کشور، حنای دلگان معروفه، ولی چرا باید بره تو پاکستان بسته بندی بشه برگرده به ایران که ارزش افزوده 3 برابریش برگرده به ایران؟ چند خانواده میتونه اونجا مشغول بشه، درآمد خوب داشته باشه؟ ببینید چای ترش دلگان خیلی معروفه، چرا ما باید از برخی از نقاط دیگه وارد کنیم؟ چرا؟ ببینید ما سالی 200,000 تن در کشور ضایعات خرما داریم، خرما بیش از 100 نوع، قریب به 100 نوع
صنایع تبدیلی و تکمیلی داره. خب این رو خیلی راحت میشه به وجود و راه اندازی هر کارگاهی هم که عرض کردم 10 الی 15 میلیون تومان هزینه‌اش است، نهایتا 20 میلیون تومان. درست. و میشه خیلی خانواده ها رو، روستاها رو تعاونی به وجود آورد، مشکلات رو حل کرد. کما اینکه بچهای جهادی شروع کردن این کار رو تو مناطق مختلف و هر شهرستان رو در واقع با یه سند بالادستی دارن کمک میکنن قطب یک واسه در واقع صنایع تبدیلی و تکمیلی بشه در همین راستایی که عرض کردم. کلا این گروه های جهادی دارن چیکار میکنن تو منطقه؟ ببینید گروه های جهادی گروه های چند منظوره هستن. اولا گروه های جهادی زبان مطالبه گر محرومین هستن، اما از یه وجه هم امتداد دستگاه های اجرایی هستن. یعنی اگه گروه یک مجموعه دستگاه اجرایی کاری رو میخواد انجام بده توی روستا، توی اون فضای روستایی میخواد انجام بده، گروه جهادی پذیرنده این فضا هستن که آقا ما اون کار رو میتونیم کمکتون انجام بدیم، میتونیم بار رو براتون کمک کنیم جابجا بشه و شما یه مقدار کار سبکتری انجام بدی، کما اینکه خودشون ارزش‌های افزوده فوق‌العاده‌ای دارن در کنار سبک زندگی که حالا خودش یه توزیع جدا داره. درسته. بعد وقت نحوه برخورد خود مسئولان دولتی و محلی با این گروه‌های حالا هم دانشجویی و جهادی که دارن میرن تو منطقه چه جوریه؟ عرض کردم یکی از بی‌نظیرترین استان هاست در حوزه مردمی. شاید یه مسئول، شاید عرض کردم باز اون خطای سیستمی توش هستش که فکر کنه یا میخوان جاشو بگیرن یا میخوان باری بر دوشش باشن، اینم بوده. اما خیلی هم از مسئولین کمک کردن. الان هم دعوت میکنیم که این گروه های جهادی میتونن امتداد کار دستگاه های اداری باشن. یعنی هر دستگاه اداری که کاری میخواد انجام بده در یک روستا و خودش شاید انرژی یا توان یا اون امکانات رو نداره، با دعوت از یک گروه جهادی برای انجام اون کار میتونه یک کاتالیزور بسیار خوب و مطمئن و امنی رو داشته باشه. کما اینکه حضرت آقا چون بسیج سازندگی در واقع مسئول و در واقع سازماندهنده گروه های جهادی هست، حضرت آقا یکی از جملاتش این بود، ایشون فرموده بودن که یکی از امن ترین کانال ها برای رسیدن منابع به روستاها بسیج سازندگی است. خب یکی از اصلی ترین قوه اجرایی بسیج سازندگی گروه های جهادی هستند. پس میتونیم تعبیر کنیم که یکی از امن ترین کانال ها گروه های جهادی هستند. درسته. و حالا به نظر شما همین حضور دانشجویان در قالب گروه های جهادی میتونه راهکار اصلی باشه یا اصلا جایگاهش چی هست توی این محرومیت زداییه؟ ببینید اردوهای جهادی یک سبک زندگی است که الان خانوادگی شده، قشرهای مختلف شده. الان گروه های جهادی حقوقدانان و وکلا راه اندازی شده، بسیج صنعت، یعنی جامعه مهندسین صنعت ما میرن مشکلات صنعتی منطقه رو در واقع واکاوی میکنن، مثل یک کلینیک پزشکی که میره در واقع مردم اونجا چکاب کامل میشن، اینها میرن تو منطقه چکاب میکنن کار تخصصی و این رو تا جایی که میتونن رفع میکنن، نشد به اون شخص پیشنهاد میدن یا حقوقدانان و وکلا. طبیعتا اگر در سیستان و بلوچستان بتونیم خیلی زودتر توسعه بدیم این رو، خیلی از مشکلات اهالی کمتر خواهد شد، چون زبان مطالبه، زبان علمی مطالبه گاهن میتونه خیلی راحت کنه پیگیری ها رو، که ما باید این رو به عنوان گروه های جهادی که از وظایفمون هست که بتونیم با اهالی کمک کنیم این همافزایی به وجود بیاد برای رفع این محرومیت ها. اما بازم عرض میکنم راهی که ما پیشنهاد میکنیم توانمندی های اقتصادی منطقه هستش. درست. به عنوان سوال آخر، افق سیستان و بلوچستان رو چجوری میبینید؟ فکر میکنید چند سال دیگه ما میتونیم اینجا بشینیم و خوشحال بگیم که آقا ما از این بحرانه عبور کردیم، از این فضای محرومیت عبور کردیم و استان دیگه رفته به سمت اینکه که از این محرومیت فاصله گرفته دیگه؟ عرض کردم اگر اون برنامه‌ای که پیشبینی شده برای قطب بندی صنایع تبدیلی منطقه، ببینید این 3 تا 5 سال میشه خوشبینانه خیلی از مشکلات حتی اولیه‌ای که خیلی از اهالی درگیرش هستن رو در واقع دیگه شاهد نباشیم. عزمش هست توی مسئولین؟ توی بچه های جهادی و چون توزیع خیلی جامعی داره این اتفاق، فقط من اشاره میکنم که عزم خوبی جزم شده برای رسیدن به این افق، نه فقط این استان، برای 400 شهر، بیش از 400 شهر کشور. ممنونم از شما. نکته‌ای باقی اگر مونده در خدمتتون هستیم؟ نکته خاصی نیست. من تشکر میکنم از
شبکه مستند به خاطر این برنامه خوب، و دعوت هم میکنم که همراهی خوب بوده اما میتونه خیلی بیش از پیش باشه، کما اینکه خیلی از داستانهای مختلف زندگی هست که این شبکه میتونه پرچمدار انعکاسش باشه، کما اینکه قبلا هم این زحمت رو کشیده. خیلی ممنونم از شما، تشکر میکنم از مهمان عزیزمون، با ایشون خداحافظی میکنیم، اما ما همچنان با شما در ادامه به اضافه مستند همراه خواهیم بود. به نظر شما بهترین راه برای محرومیت زدایی از مناطق مستضعف کشور کدام است؟ گزینه 1، ایجاد زیرساخت‌های مسکونی و تجاری در این مناطق. گزینه 2، افزایش کمک هزینه زندگی این افراد تحت عنوان یارانه. گزینه 3، تغییر در بافت فرهنگی این مناطق و انتقال ساکنین به شهرها. لطفاً عدد گزینه مورد نظر را به شماره 30855 پیامک کنید. خوب، برنامه این هفته به اضافه مستند هم به پایان خودش رسید. بیشناسنامه ها مستند خوشساختیه که تصاویر زیبایی رو برای تماشا کردن به مخاطب ارائه میکنه، اما همه این زیبایی ها زیر سایه رنج مردم سیستان و بلوچستان کام مخاطب رو تلخ میکنه. البته این تلخی اونجایی میتونه منجر به شیرینی بشه که این مستند یه تلنگری باشه برای مسئولین و منجر بشه به یک سری اتفاقات خوب و تغییرات خوب در زندگی اهالی این منطقه. اگر نظر یا پیشنهادی دارید در مورد مستند و در مورد بحث کارشناسی امشب، حتما با ما در میون بگذارید از طریق سامانه پیامکی برنامه ما که 30855 هست، و از طریق شبکه‌های اجتماعی برنامه که آدرسش برای شما زیرنویس میشه. فایل کامل برنامه امشب هم از فردا از سایت شبکه مستند سیما برای شما قابل دریافت هست. ممنون از شما که امشب هم همراه ما بودید. تا هفته بعد و یه قسمت دیگه از برنامه به اضافه مستند با شما خداحافظی می‌کنم.